الان به تو 4 تاش 5 تا شیب داده و اینجا هم یه سری نقطه رو مشخص کرده. خب بعد حالا داره به تو میگه که مشخص کن ببین کدوم نقطه برای کدوم شیب مناسب تره. ببین بچه ها، البته من فکر کنم یه نقطه باید اضافه کنم دیگه، حالا میبینم بررسی میکنم. اینجا شیب شده 0. بچه ها وقتی شیب 0ه یعنی مماس افقیه. نگاه کنید، مثلا الان اگه من شکلم درست باشه، آره اینجا مماس افقیه، پس شیب 0ه، پس این نقطه میشه نقطه 1. پس شیب رو به تو میده، میگه نقطهش رو نظیر کن. اون نقطه ای که شیب 0ه نقطهش چنده؟ نقطهش 1ه. نقطه بعد این، آها نقطه منفی 1/2. خوب شد این هاش. نقطه منفی 1/2 میگه آقا تو نقطه منفی 1/2 شیبم من میدونم منفیه، با رنگ سبز نشون میدم، من میدونم تو منفی 1/2 شیبم منفیه، ولی چون حالا بازم شیب داریم، بازم شیب منفی داریم، دو تا شیب منفی چون تو گزینه ها داریم. آها نه، شیبو داده منفی 1/2، نقطه رو نداده. خب شیبو داده منفی 1/2، شیبو داده 1/2 و منفی 3. اوکی، این شیب منفیه، این شیبم منفیه، این دوتا بنفشا منفیان. مثلا این نقطه رو میگیرم منفی 1، این نقطهش مشخص نشده بود رو شکل. خب من الان تو دوتا نقطه شیب منفی دارم، هم تو نقطه مثلا منفی 1 هم تو نقطه 4، ولی تو نقطه 4 شیب من منفی تره. ببین بچه ها، این شیب 0ه، اوکی، این شیب 1ه و هر چی به سمت بالاتر بره شیب بیشتر میشه، شیب بیشتر میشه، درسته؟ این شیب منفی 1ه، بازم هر چی به محور ایکس ایگرگ ها نزدیک تر بشه شیب منفی تر میشه و به سمت منفی بی نهایت میره. پس این شیب 0ه، این شیب 1ه. وقتی این شیب میره به سمت خط، به سمت محور ایگرگ ها حرکت میکنه، شیبت به سمت بی نهایت میل میکنه. این شیب 0ه، این شیب منفی 1ه. وقتی خطت به سمت محور ایگرگ ها حرکت میکنه، شیبت به بی نهایت نزدیک میشه. خب پس این شیب کمتره از این، یعنی این منفی تره. پس برای منفی 3 نقطه 4 رو مینویسم، برای منفی 1/2 مثلا نقطه منفی 1 رو فکر میکنم نقطه منفی 1 بوده دیگه، حالا یا اینجاها بوده، حالا من اینجا رو مشخص کردم. مثلا به عنوان مثال فرض کن تو صورت سوال این نقطه منفی 1 بوده و اون شیب منفی میشه. اما یه شیب 1 داری، یه شیب 2 داری و دو تا نقطه. ببین بچه ها کدوم شیب بیشتره؟ این شیب آبیه تو نقطه 2ه، این شیب سبزه تو نقطه 3. کدوم شیب بیشتری داره؟ بچه آیا نقطه 2 شیب بیشتری داره یا نقطه 3؟ مسلما نقطه 2 دیگه. پس نقطه 2، پس اون شیب بزرگتره رو که شده، حالا مثلا نقطهش، آره شیب 2 رو به نقطه 2 میدم و شیب 1 رو به نقطه 3 میدم. پس نقطه به نقطه شیب به دست آوردیم. بریم تمرین کتاب درسیتون هم ببینیم، مثلا اونجا هم اینو ببینید که قشنگ تمرین بشه براتون. مثلا اینجا نگاه کنید، میگه نقاط داده شده، بیا تمرین کنیم. روی منحنی زیر با شیب های ارائه شده در جدول نظیر کنید. الان ببین چند تا نقطه دارید شما، ببین چند تا نقطه دارید، 1 2 3 4 5 6. حالا شیبا رو مشخص کنیم، شیبا رو مشخص کنیم، با آبی شروع کنیم. این شیب اولمون شیب آبی، این شیب دوممون شیب سبز، این شکلیه. حالا خوبم نیست به نظر من زیاد این شکله. این شیب سوممون شیب قرمز، این شیب چهارممون شیب بنفش، این شیب پنجممون که 0ه، این شیب ششممون که اینه، خیلی منفیه، درسته؟ خیلی ممنون. این دوتا هم بخوایم مماس رو یه ذره دقیق تر رست کنیم، باید با هم مقایسه میکنیم این دوتا رو. حالا اول بریم نقاط دیگر مشخص کنیم. ببین C و F منفی هن،
F منفی تره، یعنی F شیبش کمتر از Cه. پس ما دوتا شیب منفی داریم، اینجا هم دوتا شیب منفی داریم. اونی که منفی تره رو به F میدیم، اونی که منفیش کمتره رو به C.